دوستان پاینده ایران دنده باشید خیلی خوشحالم که در این ساعت با هم برنامه اجرا میکنیم ببینید دوستان یه صحبت هایی بعضی وقت آدم میشنوه یعنی ما مشکل اساسی رو کلا یعنی یک بخش قابل توجه از جامعه مشکل اساسی رو رها کرده یه صحبت ها میکنه صحبت ها هم درسته ولی وقتی تا زمانی که ریشه هر رو خودمون تو باق نیستی یه سری چیزا مد میشه دیگه لعنت فرستادن به مسئولین و به جمهوری اسلامی و اینا که البته این لعنت فرستادن رو درسته ولی آخه میدونی همش وقتی اصل داستان رو مثلا کاری نداریم یا این چکش رو ور میداریم به در و دیوار میزنیم ولی به کانون میخ نمیزنیم و کانون میخ مشخص مشکل از کجاست یا آقایی داریم به نام آقای رزا یونچی پیش اقتصادی و تاجره و یه برنامه ای هست توی رسانه که افرادی که مثلا کارآفرین هستن میان اونجا کارشون رو ارائه میدن و ایشون به عنوان کارشناس اونجا نظر میده یه حرفایی زد که خیلی وایرال شد من میخواستم این کلیپ وایرال شده رو با هم دیگه یک آنالیزی بکنیم ببینیم که میگم من اصلا مشکل دارم من دقدقه دق دارم با حرفایی که زده میشه شنیده میشه احساس میکنم بخش قابل توجه از کسانی هم که دارن دل سوزی میکنن نوار خالی پر میکنن ولی به اینکه در جای حرفاشون درسته ببینیم آقای رضا یون چی گفته که این کلیپ خیلی وایرال شد خب بذارید صدا چون نداریم دوباره از اول بذاریم حواسم نبود افراد مختلف تو این کشور اینا سرمایه هم بل. این مثل موشک میمونه کی فرستاده که زنبور اصل ما رو مسموم کنه نفر سوم دنیا بودیم امسال البته برگشتیم توی ده سال گذشته مسئولی که خدا ازتون نگذره حضرت عباسی هر جایی میخواید باشید خیانت بالاتر از این نیست این نهایت بیمعرفتیه که این استعدادها رو نمیتونید ببینید چرا نمیتونی ببینید حضرت علی به مالک اشتر لطفا باز کن اگر مسلمونی خب ببین داره میگه که این آدم رفته اصل خوب تولید کرده ما تو دنیا قبلا سوم بودیم جایگامون از دست دادیم و البته امسال برگشتیم بعد شروع میکنه فحاشی کردن به مسئولین که آقا چرا شما استعدادها رو نمیبینی؟ بعد فورا میان مثال میزنه حضرت علی آقا من شاشیدم تو دهن حضرت علی مشکل همینه پیر مرد پیشکسوتی تاجری قلبت برای ایران میتبه دمت کن ولی با این موی سفیر هنوز نمیفهمی همونجا که میگه حضرت علی یا حضرت علی چه گوی خورده چه غلطی کرده حضرت علی رو بگید واقعا آقا علی چیکار کرده چه اقدام مثبتی برای مردمش کرده آقا همش میگن حکومت علی چرت و پرتا رو با همدیگه گفتید باورتون شده تو چهار سال حضرت علی تو 120 هزار تا آدم کشته هیچ قدم مثبتی هم برای مردم ور نداشته چه چیکار کرده به مالک اشتر اینو گفت اونو گفت چی گفت همش یه مش پیشورز و روایت دستکاری شده و غیره تاریخ هم که نگاه میکنیم تازه همون تاریخی هم که ما داریم الان میگیم که این همه جنایت کرده اصلا بعضی الان اومدن زدن زیرش میگن علی وجود نه علی 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 کجایی؟ اصلا علی نیستش تو تاریخ <applause> علی. علی 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 نیست علی میگه حضرت علی اینجوری گفت مشکل اینه باز کن بخون ببین چی گفته کاری رو که تخصص نداری بیا پایین علی خودش تخصص تو چه کاری داشت جز آب کشی آب کشی هم توی نمی کنم. علی چون هیکلش گنده بود قدش کوتاه بود ولی قوی هیکل بود راحتتر میتونست این آبهایی که توی چاه بودن از بیرون مکه رو بکشه بذاره روشونش بیاره تو شهر بفروشه آبکش بوده به جز آبکشی و کشتن علی تخصصش چی بوده میشه بگید بدینیم که واقعا این آدم چطور آقا نحجال بلاغم که میگن شیخ رزی قرن چارم یعنی چار سال بعد از مرگ علی نحجال بلاغه رو شیخ رزی نوشته خود نه تازه خود نهجل بلاغه رو بخوید چقدر توش پر کسافته جاهایی اگر رگه از حرف درست باشه بابت کتاب مینوی خرده که اینا رفتن دزدیدن بخشی از هرمزنامه بخشی از خدای نامک ها بخشی از کتب های دوران ساسانی رو جمع آوری کردن به اسم این امام های دوزاری نیاکان ما کردن تو پاچشون چرا چون میخواستیم که اختلاف بندازیم تو در دستگاه حاکمان عموی و بعدش هم بنی عباسی. داستان این بوده چون اختلاف بندازیم در دنیای اسلام چیزهایی که آموزش گرفته بودیم در دوران عهد ساسانی از خدای نامک ها و هرمزنامه و بخش به مینوی خرد دوره ساسانی اینها رو ما آوردیم به اسم امام های اینها اما چهار های درست چیکار کرده علی که تو الان برمیگیری علی الله عشان. ببین چیکار کردن این جواهره همین اول بازار به شتابات تهران رو برید کیلو یک میلیون تومن دارن این ترشی رو میپوشن بعد من تو بیابونام ریخته به اسم چند تا خریدار میگن با ریشه بدی دو ای پنج هزار تومن نیوش رو بیاری کیلو بیست و پنج تومن سی تومن میخره ببین چجوری تیشه بریشه میزنه ببین چجوری دارو میده که مقام سوم زنبور اصله اینا رو بگیره نمیدونم اینو به حساب پیر شدن من بذارید ولی شرعن ارفن اخلاقا همون که شرعن میگی شرعن مشکل از شرع بدبخت آقا من دمت گرم و اینکه قلبت برای ایران میسوزه من دمتون گرم ولی من دارم الان نقد میکنم وگرنه شما جای پدر من احترامتون واجبه ولی مشکل این جامعه شرع و تو میگی شرعن هر کسی شنید اگر ایرانی هستی بی معرفتی از علی اومد مثال زد و گفت شرعا و اگه ایرانی هستی ببین دلشون هم میسوزه برای ها میدونن یه چیزی سر جاش نیست ولی دل دلسوزی که مثلا تو میدونی یه چیزی سر جاش نیست کافی است هم, هم, ناراحت نمیدونن چ... چجوری باید حلش کنن ببین این وضعیتیه همه ناراحتن میدونن یه سری چیزا سر جاش نیست احساسات داره بهشون غلبه میکنه که آقا مشکل وجود داره ولی جرت ندارن که رو به روی مشکل وایستن نه تنها جر... و بعدم به در و دیوار مثلا من سوالی که دارم مثلا الان مسئولین بله وطن فروشن ولی آیا مسئولین مثلا فش بدی درسته ریشش یعنی مسئولین فقط ریشش اون تفکره آقا فرهنگ اسلامی حالا اینکه جمهوری اسلامی چهار سال اومده تاریخمون هم نگاه کنیم دیگه حالا امروز از دست جمهوری اسلامی به اینجامون رسیده فوشکش میکنیم خب تاریخ هم نگاه کنید دیگه رضا رو با اون حقارت میبرن دوره پهلوی به اون شکله همه اینا رو ما بذاریم به حساب اینکه آقا مسئولین بدن این مسئولین فرهنگشون چی بوده که بچنن مشکل اسلام بخش قابل توجهی من نمیگم همه مشکلاتمون ها مشکل اساسی ما اسلامه ما به قول دیار شما تا زمانی که از جهان اسلام خودمون رو نجات ندیم آش همین آش کاسه همین کاسه تو در جایی که داری نقد میکنی دلت میسوزه برمیگردی به یک پیشوردی به اسم علی وصل میکنی خودتو برای که حرفتو بتونی ثابت کنی میگی آقا باز کنید بخونید علی گفته در کاری که تخصص ندارید وارد نشید خود علی حالا کیست؟ یا آدمیه که هیچ تخصصی نداشه جز کشتن بعد تو میای از اون کد میاری این مشکل ما هست مشکل ما نگاه و جهانبینی اسلامی است که پدرمون رو در آورده و شما هم دلتون میسوزه ولی جرأت ندارید موت سفید شده ولی همچنان مثال تزلی است این مشکل دیگه درست هم نخواهد شد تا زمانی که جامعه ایران به خودش نیاد و این فرهنگ کثیف اسلامی رو من نمیگم نقد کنه این فرهنگ کثیف اسلامی رو دیلیت نکنه پاک نکنه اخراج نکنه حقش هر حقشه چرا ما الان باید نسبت به قرب زندگیمون بهتر باشه اینا شعورشون رسیده همون مسیحیتی که توش جنایت نداره رو تو اصل مسیح که جنایت نداره حالا کشیش ها جنایت کردن همونو اومدن محدودش کردن تازه کشیش که جنایت کردن هزار تا دستاورد مدنی و هزار و دستاورد تمدنی هم برای دنیای قبل داشتن که عرض کردیم از خواهران پزشک به خواهران پرستار بگی که اون موقع گفتن خواهر تا گرماخانه تا یتیمخانه تا موسیقی اپرا یعنی تو هنر هم یه نقشی داشتن ما رو بعد جنایت هم کردن ژاندار کاتیش زدن گالیله رو اونجوری کردن ولی شما این فرهنگ اسلامی همش بدبختت کرده منابع کشور تا همش خرج مصارف مهم و پیشورز خودش کرده پیشورزی به اسم حسین پیشورزی به اسم مهدی الان شما برو این بودجه ای که برای تبلیغات مهدویت گذاشتن داره چقدر که آقای رایفی پور اونجا مدیرشه برو این بودجه ای که برای آخون کردن طلاب آفریقایی سومالیایی و کنیایی و اینا دارن خرج میکنن در جامعه المصطفی قم چقدره که یک شعبه اصلیش هم تو اصفهانه و شما اینا رو باید نگاه کنید دیگه نگاه نمی کنید نگاه نکنید چیکارتون کنم مشکل اینجاست و نقد دارم به این سبک نقد نقد کردن احساسی بله ناراحتید بغض میکنید ایتا زمانی که خودتون مریض شیعه هستید و این مریضی رو باید شما میگن اول اصلا مهم اینه که یک مریض قبول کنه بیماره شما هم قبول نداری بیمارید اسلام و شیعه بیماری قبول میکنی بیماری نمیکنید دیگه از حقمونه هر بلایی که سرمون میاد حقمونه این حکومت و تمام استعماری هم که دنیای غرب ما رو میکنه حقمونه وقتی که ما خریم و محب پدر گشت ارشاد حسین شرخریم خریم حقمونه پاینده ایران تک تکتون به اخونو مزه ایران میسپارم